الرحيم على الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية ولم ينادى أحد بشيء كما نودي بالولاية. نماز یکی از ارکان اسلامه، صوم یکی از ارکان اسلامه، حج یکی از ارکان اسلامه، زکات یکی از ارکان اسلامه، رکن پنجم حسب این حدیث و روایت ولایت. بعد حضرت که این روایت رو می‌فرمان که اسلام بنا شده بر این پنجتا، می‌فرمان ولم یناد احد بشیء کما نودی بالولایه، و هیچ کسی طلب نشده است از برای تطبیق اینها مثل این که طلب شده از برای تطبیق کردن قضیه ولایت. با تتمه حدیث، این روایت اگر نظر بعضی عالمان باشه در کفایه هم به مناسبتی نقل شده. میگه ارکان اسلام پنج تاست، نماز است و روزه است و زکات است و حج است و ولایت. حالا اینا چطور شده ارکان اسلام شدن با اینکه ارکان اسلام زیاده؟ یه فلسفه مفصلی داره که ما فقط بهش اشاره میکنیم، چون مقصودمون فلسفه این حدیث نیست. نماز ارتباط با خداست، روز ربط نفسه و تمرین نفسه، زکات از برای اقامه اجتماعه، چون اجتماع فقیر داره، بیچاره داره، خیابون داره، بیمارستان داره، درمانگاه داره، جسر داره، اینا یه پولی باید باشه که اینا رو ادارش بکنه. حج کنگره جهانی مسلمون هاست که با هم دیگه میشینن تداول آراء میکنن که چه کار باید بکنیم. پس یه تیکه مربوط به خدا، یه تیکه مربوط به نفس که اسمش صوم باشه، یه تیکه مربوط به اقامه اجتماع و اقتصادیات بلاد اسلام که اسمش زکات باشه، یه تیکش هم مربوط به کنگره جهانی اسلامی که مسلمون ها از آفاق بعیده بیان دوره هم بشینن و حل مشکلاتشون را بکنن. این چهار تا، پنجمش ولایت. حضرت میگن ولایت از همه این چهار تا مهمتره. ولم یناد احد بشیء کما نودی بالولایه. چرا؟ حالا باز ما تو تفصیل این فلسفه نیستیم، جهتش این است ولادت، ولایت یعنی قیادت، تحت قیادت رهبری صحیح خدا و پیغمبر و امام و نائب الامام اینا درست را میفته. اگر قیادت صحیح نشد، اگر ولایت پیغمبر و امام و نائب الامام نشد که فقیه عادل باشه، اینا همه کج و کوله میشه. فرض بفرمایید این که در یه دونه منزل دختر هست، پسر هست، مادر هست، خواهر هست، زن هست، لوازم زندگانی هست، اما اداره منزل بیوجهه. پدر منزل درست نمیتونه اداره بکنه فرزن. خب اینا نهارشون مختل میشه، شامشون خراب میشه، لباس گرما و سرماشون مرتب نمیشه، دخترها وقتی به ناز شوهرشون داده بشه شوهر داده نمیشن، پسرها وقت زنشون زن داده نمیشن، بچه ها درس نمیخونن، خونه کثیفه. این کجا خراب شده؟ اداره خراب شده. ولایت یعنی اداره، یعنی اداره صحیح پاکیزه. حالا اگر اداره خراب شد،
نماز ارتباط با خدا خراب میشه از واضحات. هر کی دلش خواست نماز میخونه، هر کی دلش خواست نماز نمیخونه. روزه خراب میشه، هر کی دلش خواست روزه میگیره، هر کی دلش نخواست تو خیابونا روزه میخوره. حج خراب میشه، مثل که الان خراب شده حج دیگه. حالا حج کنگره عالمیه، شما که حجم بیرید پولم که خرج کنید، تازه اونجا سعودی ها بهتون میگن کافری تو، خنزیری تو، مشرکیت. جایی که مرکز از برای توحید مسلمین و حل مشکلاتشونه، جای مشکل زا و تفرق سببه، از با تفرقشون. ما هم اگر مسلمان ها رو میذارن با همدیگه اجتماع کنن اونجا، ابدا مسلمان ها که اونجا حق اجتماع با همدیگه ندارن. خب پس اگر این که قیادت و ولایت و اداره خراب شد، حجم خراب میشه. اگر قیادت و ولایت و اداره خراب شد، زکاتم خراب میشه. هر کی دلش خواست زکات بده بده، هر کی دلش نخواست زکات نده نده. اون زکات هایی هم که تو بیت المال جمع میشه صرف چی میشه؟ پس این که تو روایت فرموده ولم یناد احدون بشیء کما نودی بالولایه، یه حرف منطقیه. چون نماز و روزه و زکات و حج که اسمش را در این روایت گذاشته ارکان اسلام، تمام اینها مربوط به ولایت هست. ولایت یعنی قیادت، یعنی اداره، یعنی اون که پشت فرمون ماشین میشینه چجوریه. اگر حالا ماشین نو بسیار خوب، بنزین قدر کافی هم درش هست، خیابانم درست صاف و صحیح، هوام خوب معتدل، شما آقایون مسافرین هم تو ماشین نشستید، اما اینی که پشت قیاده است، پشت فرمونه، این آدمی است که غیر منظمه. این ماشینه چه بر سرش میاد؟ تند میره، کند میره، به در و دیوال میزنتش، آدم له میکنه، مسافرینشو به زحمت میندازه. بنی الاسلام و علا خمس. ما که امروز عنوان کردیم این حدیث را، با این که عرض کردم این حدیث خودش چند تا منبر مفصل میخواد که آدم تحلیل این بکنه که اینا چه گونه هستن و چه خصوصیاتی دارن، ما فقط خواستیم یک اشاره و علمایی بهش کرده باشیم. پنجمی از این حدیث ولایت بود، ول ولایه که پنجمی بود، و گفتیم چرا ولایت اینقدر اهمیت داره که لم یناد احدون بشه این کمانودی ابل ولایه. این حضرت امیری که مصداق ظاهر ولایته، ولایتی که پیغمبر از قبل خدا این ولایت را داد به علی ابن ابی طالب، در قصه مشهوری که هممون شنیدیم و خوندیم، که این ولایت را 1,000,000,000 مسلمون قبولش دارن. مسلمین جهان 1,000,000,000 هست. فقط نصف این مسلمون ها میگن این ولایت بعد از پیغمبره بدون فاصله، نصف مسلمونا میگن این ولایت نه، با 3 فاصله نوبت بهش میرسه، اما همه قبول دارن. یعنی همه علی ابن ابی طالب را ولیاً و خلیفتاً اقتراف دارن بهش. اما آیا این ولی اول بعد از پیغمبره؟ که شیعه ها معتقدن. یا ولی چهارم بعد از پیغمبره؟ که سنی ها قائلن. در این خلافه، در اصل ولایت کسی شبهه نداره که علی ابن ابی طالب ولی بوده. انما ولیکم الله، چون تو قرآن هم همینجور داره، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. بنابر مشهور مفسرین سنی و شیعه، مراد از الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون حضرت امیره. این ولایته از برای این فردی که 1,000,000,000 مسلم قبولش دارن. ما اون اختلافی که عرض شد، غیر از 1,000,000,000 مسلمون بازم یه افراد زیادی هستن تو دنیا
از مسیحی ها، از کمونیست ها، از یهودی ها، از بودایی ها، از کنفوشیوسی ها، اینا باز قبولش دارن. میگن اونا نمیگن از قبل خداست این، میگن یک حاکم عادلی بوده، یعنی علی ابن ابی طالب یک حاکمی بوده است در زمانش که عدالت را به اقصا قدر تونسته تطبیقش بکنه. یه نفر از مسیحیای لبنان به نام بولسلامه است، کتابای متعددی داره، یک کتاب داره به نام ملحمت عید الغدیر، اسم کتابش اینه. این آدمی است هم ادیب مسیحیه اما هم ادبش خیلی مرتفع، ادب لغت عربیش، هم معلومات خیلی واسع داره، هم شاعر خیلی قدیری بوده. این یکی از شعرها، شعرهای خیلی قشنگ و جمیلی داره که در لغت عربی شاید اینجور شعر کم باشه، در لغت فارسی هم بر اون اسلوب حول عید غدیر من ندیدم واقعش، شادم باشه. یکی از شعراش اینه، میگه جلجل الحق فی المسیحی حتی آدم فرد حبه علوی، میگه حق یک جوری در این فرد مسیحی نمایش کرده و ظهور پیدا کرده که من مسیحی علوی هستم، از اتباع علی ابن ابی طالب هستم. بعدم میگه لا تقل شیعه هوات علی ان فی کل منصف شیعی، میگه نگو فقط شیعه ها شیعن، هر منصفی در عالم این شیعه است، هر کی میخواد باشه. لا تقل شیعه هوات علی ان فی کل منصف شیعی. بعدم میگه یا سما اشهدی و یا ارض قری واخشعی اننی ذکرت علی، ای آسمون گوش بده و ای زمین خاشع باش که من میخوام اسم علی را ببرم. یا سما اشهدی و یا ارض قری واخشعی اننی ذکرت علی. خلاصه حضرت امیر یه دونه آدمیه که هم تمام مسلمین ولایتش قبول دارن، هم یک جماهیر بسیار بزرگی در عالم شخصیت این حاکم عادل را اعتراف دارن. حالا اونا اعتراف ندارن که امام است، اما یک حاکم عادلی بوده. در چند سال قبل، شاید 10-15 سال قبل، در ایتالیا مسیحیین، ملاهای مسیحی یک اسبوع گذاشتن که روزنامه های دنیا نوشت به نام اسبوع نهج البلاغه، یعنی یک هفته را تخصیص دادن حول عظمت نهج البلاغه. کنفرانس میکردن، اجتماع میکردن، تو مطبوعاتشون، تو رادیوشون، تو تلویزیونشون حول نهج البلاغه صحبت بود. یه حاکم عادل اینجوری که حتی پاپ های مسیحی اعتراف بهش دارن، چون دو تا صحبته، یه صحبت این است که آیا این از قبل خداست، یه صحبت این است که حتی اگر از قبل خدا هم نباشه یک حاکم مقسط و عادل عجیبیه که عدالت را توانسته تا اقصای درجاتش تطبیق بکنه. ماها مسلمون ها پیرو این هستیم. حالا چه مسلمونی که میگه اوله، چه مسلمونی که میگه چهارمه، فرق در اینجا حد نمی کنه، در این جهتی که هر دومون مدعی پیرویش هستیم. اولش اینه که ماها از این آدم بتوانیم اتباع بکنیم، معنای این که اون امام ماست، یوم ندعو کل اناس به امامهم، یعنی روز قیامت هر کسی را دعوتش میکنیم که زیر پرچم امامش بیاد روز قیامت. این آدم مربوط به این امامه میاد، اون آدم مربوط به اون امامه میاد، اون آدم مربوط به اون امامه میاد. ولذا خدا در قرآن فرموده یک کسایی هستن روز قیامت ائمه ضلال، پیشوای ضلال. و در قرآن خدا میفرماد و جعلناهم ائمه یهدون الی النار، اینا علم دارن و لواء دارن و روز قیامت میان و جماعاتی زیر پرچمشون هستن اما طرف آتش میرن. یک جای دیگه هم در قرآن خدا میفرماد و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یک کسایی هم هستن اینا امام هادی هستن، از قبل خدا هست، اینا هدایت میکنن قومشون را به بهشت. ما اتباع این امام هستیم،
ما اتباع فرعون و ابو جهل و اینا که نیستیم، اتباع این امامه هستیم با امامای دیگه، با پیغمبرای دیگه. چون لا نفرق بین احد من رسوله، چون ما تفرقه بین پیغمبرها نمیذاریم اطلاقا، همه را قبول داریم. یهودی ها میان تا حضرت موسی دیگه بعدش قبول ندارن، مسیحی ها میان تا حضرت عیسی بعدش قبول ندارن، اما ما تا پیغمبر اسلام میاییم و پیغمبرم قبول داریم، تفرقه نمی کنیم بین رسول، کما اینکه تفرقه بین ائمه ما نمی کنیم. امام اول هم قبول داریم، امام دوازده هم قبول داریم، همشون هم قبول داریم. ما که اتباع این دستگاه و این امام هستیم، باید چه کار کنیم؟ باید از این یاد بگیریم، باید از این یاد بگیریم کیفیت کار را، کیفیت عبادت را، کیفیت اطاعت را، کیفیت اخلاق را، کیفیت آداب را، کیفیت حکم را، کیفیت اداره را. آخه حضرت امیر آدم اینجوری بوده دیگه، هم جنگ میکردن، هم امام جماعت بودن، هم زن داشتن و عائله داشتن، هم درس میدادن و تدریس میکردن، هم منبر میرفتن، هم جندی بودن، هم قائد بودن، هم حاکم بودن. اینا رو باید از حضرت امیر ما یاد بگیریم به قدری که میتونیم. یعنی یه وقته شما میگید ما نمیتونیم اونجوری رفتار کنیم، به قدری که میتوانیم. یک کاسه کوچک که اگر یک از یک کاسه بزرگ بخواد یاد بگیره، تو کاسه بزرگ شیره 10 کیلو، این کاسه کوچیکم ربع کیلو شیر باید توش بشه، این یاد گرفته از اون. اما تو کاسه بزرگ 10 کیلو شیره، در این کاسه ربع کیلو آبه، یعنی از اون کاسه یاد نگرفته. ما نمیتونیم که 10 کیلو شیر تحمل بکنیم، ظرف کوچیکیم. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، اما این کوچیکه و بزرگه میشه شبه هم باشن، هر دوشون توش آب باشه، هر دوشون توش شیر باشه، هر دوشون توش شکر باشه، این که میشه دیگه. مثل این که تابع فرعون هم مثل فرعونه، هر دوشون شراب خورن، هر دوشون قماربازن، هر دوشون دکتاتورن، این هر دو در یه راهه. فقط فرعون شراب خور زیاده، این شراب خور کمه. حضرت امیر نمازگزار عجیبه، ما نمازگزار عادی. فرق در این جهته، در بالایی و پایی نیست، و الا هممون در یه راهیم، هممون داریم بریم تهران، اما اون ماشینش 100 میره، من ماشینم 5 میره، اما هر دوش راه تهرانه. نه یکیش راه تهرانه، یکیش راه اهوازه، دوتا راه نیست، یه راهه. بنان علی هذا، ما باید از این آدم چیز یاد بگیریم، که اسمش علی ابن ابی طالب. اونم نه یاد بگیریم، باید تطبیق کنیم. خیلی فرقه، یه وقت آدم یه چیزی یاد میگیره. این کسانی که تارک الصلاتن، همشون میدونن نماز واجبه، یعنی خیلی هاشون دانستن میدونه، اما آیا تطبیق میکنه نماز را؟ نه. پس دانستن شیئیست و تطبیق شیئیست آخر. ما باید اولا بدانیم علی ابن ابی طالب چجوری رفتار کرده، و ثانیا اون رفتار را بعد در حیات شخصی، عائلی، اجتماعی، حکومیمون تطبیقش بکنیم. اگر این کار تونستیم بکنیم، ما سعید هستیم. اگر این کار نتونستیم بکنیم، ما تو اون راه نیستیم، اسمش اینه تو اون راهیم. مثل یه آدمیه که داره در راه عراق میره، او میگه من در راه اصفهانم. راه اصفهان نیستیم، عراق یه جای دیگه است، اصفهان یه جای دیگه است، و ها کرده. بنسبه به تطبیقات حضرت امیر، حضرت تطبیقات زیادی دارن، و مؤسفانه یک کتابهایی که به مستوای روز باشه من خیلی کم دیدم، اگر دیده باشم هم خیلی کمه. بنسبه به حکومت، در حکومت‌های جهانی 3 تا سلطه هست. یک سلطه اسمش، یعنی 3 تا قدرت هست. یه سلطه و قدرت اسمش سلطه تشریعه، یک سلطه و قدرت اسمش سلطه تنفیذه،
یک سلطه و قدرت اسمش سلطه قضاء، سلطه تشریع یعنی مجلس شورا که مردم جمع میشن یک وکلایی از برای خودشون تعیین میکنن که این وکلا بشینن حسب مصلحت مردم کار بکنن، این سلطه تشریع. این میمونه که جناب عالی وکیل میفرستید که از بازار وسطتون خیار و بادنجون و طماطم و هندوانه بخره. چطور معناش اینه که این آدمی که شما بازار فرستادید باید به مصلحت شما کار بکنه؟ سلطه تشریع معناش اینه، یعنی این وکلا بشینن تو مجلس، مجلس شورا و اینها تعیین بکنن که چی خوبه واسه این امت، چه قوانینی قرار بدن. این یه سلطه است. یه سلطه اسمش سلطه تنفیذه. این آقایون وکلا نشستن تو مجلس، یک قوانینی را هم قرار دادن. خب این قوانین کی تنفیذش میکنه؟ چه قدرتی است که این قوانین بتوانه پیاده بکنه که اسمش سلطه تنفیذه؟ اون قدرت، قدرت وزارت و دولت، یعنی رئیس جمهور، رئیس الوزراء، وزراء، اینا این قدرت را که قدرت مجلس باشه و قانون گذاری کرده پیادش میکنن، شهربانی و شهرداری و فرماندار و تا آخرش، اینا اسمش میشه سلطه تنفیذی. یه سلطه هم هست، خوب بین مردم اگر نزاع شد، بین دو تا برادر، دو تا شریک، یه عطار و بقال، بین دولت و گروه ها، بین گروه ها و دولت، بین گروه ها بعضی با بعضی، بین افراد و گروه ها، اگر اینا بینشون نزاع شد، کی حل نزاع میکنه؟ این سلطه سیومه، اسمش میذارن سلطه قضایی، یعنی قاضی. یک آدمی هم هست قاضی مستقل، هیچ کس وقتی قاضی عادل شد حق نداره هیچ کم و زیادی بکنه، حرفی زد همینه. حتی خود رئیس جمهور یا رئیس وزرا یا وکیل مجلس باید خاضع واسه این قانون باشه، واسه این سلطه باشه که ازش سلطه قضاییه. این سه تا سلطه است. وقت یه سلطه چهارم هم هست که سلطه فرعی بهش میگن، عبارت است از سلطه اعلام، یعنی رادیو، تلویزیون، روزنامه، اینجور چیزها، اینا اسمش سلطه اعلامیه که اینها باید حقایق را از اجتماع بگیره و عکس بکنه این حقایق را در اجتماع، ما بی‌طرفی. این چهار تا سلطه هست در دولت‌های دنیا. بعد دولت‌های دنیا دیدن که یه سلطه دیگه هم میخوان که اسمش میذارن ستون پنجم یا رتل خامس، و اون این است که مثلا ما یه افراد مخفی اونجاها داشته باشیم که اون افراد مخفی به ما اطلاع بدن که اونا چه کار دارن ضد ما میکنن یا چه جوری اونا دارن کارشکنی از ما میکنن. این اسمش میشه سلطه پنجم که عربا بهش میگن رتل خامس و ایرانی ها بهش میگن ستون پنجم. اینا سلطه هاییه که در دنیا هست. حالا ما باید بیایم ببینیم حضرت امیر رئیس دولت اسلامی که 1,000,000,000 مسلمون قبولش دارن و ماها از اتباع این هستیم، این با این سلطه ها چجوری رفتار کرده، یعنی چه کار میکرده. آخر ما باید ازش یاد بگیریم. ما از حضرت امیر یاد گرفتیم نماز 4 رکعت ظهر، نماز صبح 2 رکعت، از حضرت امیر یاد گرفتیم که حج باید بریم، از حضرت امیر یاد گرفتیم، حالا نه خصوصا حضرت امیر، پیغمبر، حضرت امیر، کلهم نور واحد، از اینا هی این چیزا یاد گرفتیم. بعد بیایم ببینیم در این سلطه ها چه کار میکردن اینها، در سلطه قضایی، در سلطه تشریعی، در سلطه تنفیذی، در سلطه اعلامی، در این سلطه ها علی ابن ابی طالب چه کار میکرده تا ما اینجور یاد بگیریم. شما لازم نیست رئیس جمهور باشید که از حضرت امیر یاد بگیرید، نه، شما قاضی در فلان شهر، امام جمعه در فلان شهر، فقیهی در فلان شهر، اینا چجوری باید رفتار کنید؟ چون اینا سلطه است دیگه، یعنی اینا قوه است، اینا قدرته، اینا چجوری باید یاد بگیرید؟ اینی که مسلمونا میگن، چه سنیشون چه شیعهشون، و اینی که مسیحی ها و یهودی ها میگن، میگن علی ابن ابی طالب یک قدرتی بوده عجیب در این کارها،
که خیلی زحمت داره انسان بتوانه بر طبقش عمل بکنه. ممکن آدم زود بفهمه یه مطلبی را. یه کوهی خیلی بلند صاف هم هست اینجوری. شما دیدید یه آدمی توانسته با فن و علم به سر کوه برسه؟ خب این دیدیدش. اما شما آیا میتوانید در خودتون همچی قدرتی ایجاد بکنید که پشت سر این برید به این سر کوه برسید؟ این خیلی کار داره. دو تا قصه شما غالبا هم شنیده باشید یا نوشته باشید یا خونده باشید، چون قصه های مشکوریست اینها. یه دونه قاضیشون مردیست بسیار خوب، ابوالاسود دوعلی. این قاضی است که از علماست، پیرمرد بوده، 90 سالش بوده، بیشتر از 90 سالش بوده و از شاگردان مبنکر حضرت امیره و همین آدمی است که نحو را از حضرت امیر یاد گرفت و به دنیا یاد داد و اسم نحوم که نحوه جهتش اینه که حضرت وقتی بهش نحو را یاد دادن و چند کلمه از نحو بعد بهش فرمودن الحو علی هذا، یعنی همجور برو، نحو یعنی اینجوری رفتن، یعنی من اصولش بهت گفتم تو برو تا آخر. مثل دونه بنا که چند تا آجر میذاره بعد به شاگردش میگه آجر همینجور بذار برو بالا، یه اسمش نحوه. این را حضرت قاضی قرار دادن در یه شهری که ما را الان این داره میگیره ها، معلوم باشه یعنی جناب عالی قاضیت، ما هم قاضی هستم. قاضی که معناش نیست که الا اینجوری باشه توی شهر فرض عراق باشه، تو قم هم 4 نفر که آمدن به من مراجعه کردن مثلا میشه قاضی. قاضی یعنی قضاوت کن. بعد حضرت یه روز داشت کاغذ نوشتن که من تو را عزل کردم برگرد به کوفه. این خیلی بهش برخورد، چون یه دونه قاضی محترمی که هیچ کاری نکرده عزلش بکنن این جلو مردم خیلی خوشایند نیست. این آمد کوفه، برگشت به حضرت امیر گفت که یا امیرالمؤمنین لما عزلتنی، چرا من عزل کردی؟ ولا خنت ولا جنیت، نه من خیانت کردم و نه من جنایت کردم. یه وقتی یعنی در پول مسلمان‌ها گرفتم خوردم، یه چیز خیانت. یک وقت هست که نه، یک کار بیمناسبتی کردم، یک کسی بنا بوده مثلا دو تا تازیانش بزنم 3 تا تازیانش زدم، از روی جنایت. یا امیرالمؤمنین لما عزلتنی و ما خنت و ما جنیت. خیلی حرف حضرت تصدیقشون عجیبه. قال نعم، گفتن راسته، تو نه خیانت کردی و نه جنایت. خب پس از سبب میخواد، چرا دل بخواهی که نیست، اعتباطی نیست. قال نعم ولکن یعلو صوتک صوت الخصمین، گفتن رقیبای من آمدن به من خبر دادن، یعنی کسانی که من مراقب میگذاشتم، گفتن تو وقتی حرف میزنی در مجلس قضا صدای تو از صدای متنازع بالاتره. این جهتش، چون قاضی در میزان اسلامی یک حل مشکل کنه، یعنی یک گرهیست بسته شده به بنده میدن میگن آقا گره واس کن. خب این همونجور با هدوء و یواشی و مثل بحث، ما الان چطوری داریم بحث میکنیم؟ یا شما آقایون وقتی درس میدید یا مباحثه میکنید داد میزنید؟ نه، بحث دیگه. وقتی آدم بحث میکنه با هدوء و یواشی، خصوصا در قضا ملاحظه این شده که باید خیلی هادئ باشه، چون این دو نفری که جلوی شما میان نه دو تا بشر هستن دیگه، دو تا انسان هستن دیگه. این دو تا انسان اگر الان یک کسی سر شما داد بزنه یا سر من داد بزنه خوشم میاد ازش؟ یک کسی تازه یه اشکالی هم که به من داره یا واش بهم میگه آها این اشکال در کار تو هست، این اشکال در سلوک تو هست، چشم، اشکال هست در سلوکم، قبول. حضرت فرمودن راسته، اما چون لأن صوتک یعلو صوت الخصمین. یعنی چه این؟ یعنی در زمان حضرت امیر علی ابن ابی طالب تونسته بوده تطبیق بکنه که 1000 تا قاضیش اینجوری باشن، و این معنای این است که علی ابن ابی طالب همجور دنیا داره پشتش میره و ماها داریم پشتش میریم تا بهش برسیم. مایوس نیستیم ماها، معلومه.
این که 1,000,000,000 آدم دارن تقدیر میکنن از علی ابن ابی طالب، چون سلطه قوائش اینجوری بوده، یعنی قدرت قوائی اسلامی حضرت امیر علیه الصلاة و السلام بنا بوده یک قاضی ها و یک افراد از این قبیل بشه. گاهی وقتا واقعا ما نداریم افراد، این راسته، اما باید فعالیت بکنیم بیشیم. یعنی فرض کنید من الان دارم شرح العلوم میخونم یا کفایه میخونم، باید فعالیت کنم ابوالاسود دوعلی بشم، نه زیادتر ازش. اینا معنی همین تطبیقه. این که علی ابن ابی طالب امام ما هست، نه یک امام 1400 سال قبل بوده و خلاص شده، نه تا امروز، تا 1,000 سال دیگه، تا 10,000 سال دیگه. یعنی یه مناهجی درست کرده که اون مناهج باید پشت سرش رفت. مثل ماها وقتی سندی هم میخونیم، نه معنیش اینو ما مایوس بشیم، نه، بعد سیوطی بکنیم، بعد مغنی بکنیم، بعد جامی بکنیم، بعد مخول بکنیم تا برسیم راه دیگه، باید راه بیریم. در به نسبه به سلطه تنفیذی هم یه دونه قصه دیگه خدمتون عرض بکنم، چون وقتمون کمه، اگه نه بنا بود یه 7-8 قصه وسطون عرض بکنیم. سلطه تنفیذی عرض کردم، یعنی قدرت تطبیق. حالا مجلس شورا قانون وضع کرد یا قانون اسلام هست، اینه چجوری میشه تطبیقش کرد؟ این از نجور سلطه تنفیذیه. یه مخدره ای آمد پیش معاویه، ظاهرن اسمش سوده بود، ظاهرن، حالا خوب اسمش یادم نیست، آمد پیش معاویه و صحبت کرد با معاویه در یه شأنی از شؤون. بعد از کشته شدن حضرت امیر بود، معاویه اشکال کرد به حضرت امیر، یه اشکالایی به حضرت امیر کرد و بعد این زنم هیچ گوش میداد. قصه مفصلیه، فقط من یک کلمه کار دارم از قصهش. بعد معاویه به این زنه گفت که شماها چه عجب اینقدر علی ابن ابی طالب دوست میداری؟ آخه دوست داشتنم سبب میخواد دیگه، اینجور در بارش تفانی میکنی؟ زنه به معاویه گفت که من یه قصه وسط بگم تا ببینی چرا من اینقدر دوستش میدارم. چون در مقابل یک حاکم دکتاتور معاویه که آدم میکش سبیل، معاویه سبیل آدم میکشت، هیچ قیمت هم پیشش نداشت، نه قانونی بود و نه مجلسی بود و نه صحافه‌ای بود و نه مسئولیتی بود و یه دکتاتوره به جمعی معنی الکلمه. این زنم مورخین نوشتن از شجاعهای زنها بود که تونست اینجور باش صحبت کنه. معاویه بهش گفت چرا شما اینقدر علی را دوست میدارید؟ گفت یه قصه من وسط بگم که واسه خودم واقع شد، که ما اسمش را علی اسلوب الحدیث میداریم در قصه سلطه تنفیذی. گفت که یه روزی علی ابن ابی طالب یه حاکمی پیش ما فرستاده بود، این حاکم کم و زیاد کرد، من پا شدم از اون جای خودمون آمدم کوفه. دو روایت اینجا، یک روایت میگه علی ابن ابی طالب میخواست نماز بخونه، وقتی من را دید نشست، گفت چه کار داری؟ یک روایت میگه که حضرت داشتن نماز میخوندن، وقتی مرا دیدن نشستم نماز را تخفیف دادن که زود خلاص بشه، که ببینید چی کار دارم من. حالا علای تقدیر، حالا یا حضرت تو نماز بودن نماز تخفیف دادن، یا اینکه حضرت نماز میخواستن بخونن و دیدن یک آدمی آمده بهشون کار داره نشستن نماز نخوندن. تو ببین این آدم چی میگه. یه دونه زن میگه که حضرت نشستن و به حضرت گفتم که یا امیرالمؤمنین من از فلان جا هستم، فرض از فلان منطقه، از منطقه بغداد فرض کنید، و این حاکمی که شما واسه ما فرستادید این فلان کار کرده، یه کار مختصری، کار ننوشته تو روایته، یعنی اون روایتی که من دیدم، دو روایتی که من دیدم کار ننوشته چی کار کرده. میگه اینه که به حضرت گفتم فأخرج من کمه کتابا، آسین عربای آسین درازی بوده که ما هم دیدیم در عراق، و این تو آسین درازشون گاهی وقتا دوات و قلم و کاغذ میگذاشتن و میپیچیدنش. حضرت معلوم میشه آسینشون اینجوری بوده، یعنی آسین عادی عرفی بوده. میگه یک کاغذ در آوردن از آسینشون و قلم و دوات در آوردن، قلم و دوات رو اون روزام دیدیتشون قلمدون بوده و یه همچی تفصیلی. حضرت نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم،
خطاب به اون حاکمه. یه آیه قرآن نوشتن اولش، بعد نوشتن این که کتاب من که به تو رسید فوراً تمام دستگاه حکومت را، خب حکومت دستگاه داره دیگه، یعنی تشکیلاتی داره، اینه تسلیمش بکن به کسی دیگر و بیا که ببینم قصت با این زن چیه. میگه من کاغذ گرفتم از حضرت امیر رو رفتم دادم به حاکم، حاکم خوندش و اما اموار را گذاشت پیش اون آدم دیگه که حضرت تعیین کرده بودن و پاشد اومد کوفه. این یه دونه قصه از هزار تا متصرف و والی حضرت امیر، چون وقت اسمش والی میگذاشتن، که یه دونه زن یه دونه شکایت کرد. قانون شرعیش هم همینه، اگر کسی بر کسی شکایت کرد بدون نظر این که آیا من شاکی چه رتبه اجتماعی دارم و اون مشکیون علیه چه رتبه اجتماعی داره، باید هر دومون امام قوا تمثیل پیدا کنیم. یعنی بیاییم ببینیم ممکن است که اون آدم حاکم باشه من محکوم، ممکنه من حاکم باشم اون محکوم باشه، ممکنم از هر دومون بقال باشیم، ممکنم از هر دومون آدم های رفیع المنزله باشیم. باید اینا تمثیل پیدا بکنن امام عدل تا ببینه آیا این دینار اونو خورده یا اون دینار اونو خورده. معاویه گفت وقتی اینو شنید از این زن، این مخدره، ظاهرا میگم اسمش سوده بوده ظاهرا، چون خیلی وقت قصه رو دیدم، معاویه گفت بهش بله زنها عاجزن از این که مثل علی ابن ابی طالب دیگه بزن، عقومت النساء ان یلدن مثل علی ابن ابی طالب، خیلی حرام از اعتراف این اینجوری معاویه ها. گفت زنها دیگه عاجزن. و اون وقت آدم این دو تا قصه، حالا عرض کردم ما چون وقتمون خلاص شد می‌خواستم 7 تا قصه بگم از سلطه های اعلامی و سلطه های تشریعی و اینا مربوط به حضرت امیر، اقتناب به همین دو تا می‌کنیم، اون قصه سلطه قضایی، این قصه سلطه تنفیذی. خب قهرن وقتی که در این جور دستگاهی که ما داریم میریم که بهش برسیم و خواهیم بهش رسید ان شاء الله تعالی، وقتی اینجوری شد پس علی ابن ابی طالب امام اولین و آخرین میشه. تعجبی نداره این موضوع. یعنی آخر گاهی وقت هاست آدم تو بعضی کتاب ها میبینه که یک آدمی که 1300 سال بوده در کوفه دنیا عوض شده، مناهج عوض شده، روابط و ضوابط عوض شده، این چطور میشه تا حالا امام باشه و چطور میشه تا حالا مردم مأمور باشن به پیرویش؟ حالا همین دو تا قصه، دو تا قصه زنده ایست یا قصه مرده؟ و آیا صحیح هست که خدا بفرماد این که به پیغمبر بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته؟ صحیح هم چیزی بگه، چون میخواد یک الگو درست میکنه خدا، یک اسوه، یک مثال، یک قدوه که همه برن عقبش، تا یک وقتی دنیا در دستگاه عدل و داد، اونم همه دنیا، اونم عدل و داد واقعی تطبیقی دقیق واقع بشه. این حدیثی را که ما اول خوندیم جهتش اینه، بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الصوم و الحج و الزکات و الولایه، ولم یناد احد بشیء کما نودی بالولایه. میگه همه مردم گفته شده که از ولایت از همه چیز مهمتره، اول ولایت خدا، بعد ولایت پیغمبر، بعد ولایت امام، بعد ولایت نائب الامام که فقیه باشه. و سرش هم همینه که عرض کردیم در اول بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.